زمانی کمیته امداد چون اون موقع مدرسه بوده اول راهنمایی مثلا مشهد برده، من یه بار رفتم گفت دیگه من نمیرم بیا خودت برو. گفتم بابا زشته من دیگه. گفت نه بیا برو. ما بالاخره همو اسمو نوشتیم رفتیم قم و مشهد هم رفتیم تو اون چیزا. مثلا گفتم بریم، ما اونجا یه مریضی داشتیم و بذار برم مثلا پیش دکتر ببینم مریضی مثلا چی میگه. رفتیم مثلا پیش دکتر، بهش گفتم مثلا دکتر من اینو مریضو دارم. پرسید از کجا میای، هیچ کار میکنی داشت سن و سال بنده خدا داشت. گفتم بلوچستان اومدم. جلوترم اومدی؟ گفتم نه. گفت آقا یه چیزی بهت بگم میری انجام بدی؟ گفتم آره چرا نرم. گفت یه چیزی بگم باهات اگه انجام بدی برو بیا فردا من یه نسخه برات مینویسم برو. گفت برو امشب به امام رضا بگو امام رضا من این مشکل رو دارم، از راه دوری اومدم. گفتم بابا ما سنی مذهبیم، اصلا به امام رضا نه اعتقاد داریم نه حرم و این چیزا رو قبول داریم. گفت هیچ اشکال نداره شما برو بگو. گفتم بابا من نمیتونم داخل برم. گفت نمیخواد داخل بره، برو از پشت همین در بگو همین حرم دیدی بگو. گفتم بابا حالا نمیخوای مثلا نسخه بنویسی یا پزشک هم بود؟ آره پزشک بود. پزشک دیگه برگشتم آقا. گفت حالا برم پیش یه دکتر دیگه. گفت حالا بذار فردا میرم دوباره پیش همین یکی. رفتم پیش دیگه اون بنده خدا جایی که ما اقامت داشتیم. یکی بنده خدا اونجا که بود پدرش تو حرم مثلا خادم حرم، یو بریم امشب پیش بابا من تبرک چیزی برات بگیرم. گفت بابا ما اهل سنتیم نمیتونیم بیایم اینجا. بابا اشکال نداره، هیچ کی نمیدونه، ما میریم. ما رفتیم تو همون حرم و همون چیزی دکتر گفته بود من بهش گفتم. به امام رضا گفت؟ به امام رضا گفتم. یا امام رضا چی امام رضا گفتی؟ آره ما سرطان داشتم. یا سرطان خون داشتیم. گفتیم همچی مریضی دارم، واقعا اگه شما شفا میدی یا مثلا شیعان گفتن شما شفا میدی، شما مثلا آرزو برآورده میکنی مثلا یاور محرومان، اگه واقعا همچین چیزی هست حالا من اومدم. برگشتم دیگه با ناامیدی و مثلا تو اون خوابگاه اونجا صبح به دکتر زنگ زدم. گفتم پیش امام رضا هم برد. گفت اشکال نداره، شیش بعد از ظهرم پیش من. اون موقع من ربطم دیگه نسخه رو نوشت داد بمون، شمارش هم داد. حدود 20 روز دیگه تو روستا همه اومدم مثلا دیدن سرحاله چه شد. مثلا چون ما آفتاب سوخته هستیم تو اون رو مثلا حالا یه چند دو هفته که مشهد بوده مثلا رنگ و چی ما عوض شده سفید شده و نمیدونم چی و چون خیلی هم گفتم محاله که مثلا همچی مریضی مداوا بشه. من اون روزی که اونجا پیش دکتر رفتم 54 کیلو وزنم. خب 54 کیلو 54 کیلو وزنم بود. من امروز 84 کیلو هم دیگه. من هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ مثلا هیچ کجا اصلا نرفتم. دیگه تمام شد. دیگه تمام شد که اصلا از اون روز که دیگه ما مثلا به مکتب شیعه پیوستم کلن زندگی هم مثلا از این رو به اون رو شد. آقای بامری چی شد؟ شاید خودشون هم باور نمی کردن یک روزی به اینجا برسن که عشق و ارادت و محبت امیرالمومنین تو دلشون باشه. آقای
آقای بامیری این عشق رو میشه برام فقط در یک جمله بگی؟ عشق امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین و اهل بیت چه کار کرده با دلت؟ اون وصف شدنی نیست. ما اگر امام حسین رو بشناسیم، جانمون، مالمون، ناموسمون در راهش میدیم که حداقل یه شب در روزه شرکت کنیم. این نیست که ما همینجوری بگیم ما روزه میگیریم میریم مثلا در راهش می‌دیم که حداقل یه شب در روزه شرکت کنیم.